صفا و صمیمیت بود. حوض داشت و باغچه و حیات خلوت و عطر خوش گلهای شمعدانی همیشه به مشام میرسید. در استان همدان هم بیشمارند خانه های قدیمی که جنس خشتی و دیواره های آنان دوران طلایی معماری گذشته را یادآوری می کند. در استان همدان بالغ بر 130 خانه تاریخی وجود داره که بخش عمده از این خونه ها در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. عمارت زیبا و مجلل نظری یکی از خانه های قدیمی زیبا و باشکوه دوره قاجار است. قبلا عنوان کنسولگری انگلیس استفاده می شده. بعد از اینکه کشور انگلیس ایران رو ترک می کنه، این ساختمان رو به یک خانواده متنعم همدانی می فروشن به نام خانواده نظری ها. باغ نظری از مجموع باغ های ایرانی و باغ آرایی ایرانی محسوب میشه که در همدان هست. 8100 متر زیر بنا داره. 24 ستون چوبی سنگینی این بنای دو طبقه را به جان خریده تا حافظ ذوق، هنر و معماری ایرانیان باشد. طبقه همکف اون تماما از طاق های آجری بسیار زیبا ساخته شده و طبقه فوقانی مسطح هست، البته سقف شیروانی داره که با گچبری ها و ستون های زیبایی تزئین شده. این باغ بزرگ و سرسبز عمارت نظری را همچون نگینی در خود جای داده. عمارت بسیار زیبا هست، با اصول سنتی و زیبا ساخته شده که شامل اتاقهای تو در تو هست و بخش شاهنشین هست و بخش طبقه زیرین و همینطور عمارتی که در وسط یک باغ خانگی قرار داره. دور تا دور طبقه اول یا طبقه فوقانی بنا یک بالکن سراسری هست که با نردهای چوبی حفاظت میشه و یک جلوه و نمای بسیار زیبایی به مجموعه داده. جلو خان یا ورودی مجموعه یک پارچه از سنگ گرانیت ایجاد شده و 4 ستون زیبا از ویژگی های این باغ هست. در سال 1377 به شماره 2019 در فهرست آثار ملی کشور ثبت گردید. مجموعه زیبایی های باغ نظری موجب شد تا امسال 10,000 گردشگر از این عمارت باشکوه بازدید کنند. کسایی که علاقمند به دیدن خانه های تاریخی هستند، پیشنهاد میدیم سری به باغ نظری بزنند. عمارتی از دوره قاجار که بخشی از تاریخ کهن همدان رو در خودش جای داد.